به نام هستی بخش جهان آفرین، به نام آفریدگار این طبیعت سبز، عرض سلام دارم خدمت تک تک شما بیننده های خوب تلویزیون اصلاح. امیدوارم که سالم و صحتمند باشین. از برنامه بوی خوش روستا در خدمت شما عزیزان هستیم و از قسمت دوم قریه زیبا و سرسبز قشه. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و از داشته های برنامه لذت ببرید. در کنار درخت بادام ایستاده شدیم، یادم از لالایی آمد که میگفتند لالا لالا گل بادام، بابا تو رفته خونه مردم میمیتی یک چیزی. خب هر حال این آقای کاظمی خوب جالبتر میگفتن، من همین رقم بر حال. اما درخت بادام یک درخت آفت پذیرتره، زود آفت میگیره و به گفته مردم روستا شل میگیره، همون پشه ها یا حشراتی که باعث میشه که به این گونه جوانه درخت از بین بره و برگ درخت خوش بشه. معمولا این درخت‌های بادام زیادتر چه میکنن؟ خب برحال قوی شده. بله، از این بادام هم چند سال میشه رسی درخت؟ چهار سال میشه شونده شده. چهار سال میشه. بله. بادام هم وردشتین تایی؟ بله، یعنی هر سال بادام میکنم، حالا کم بادام داره، بی بادام نیه. خیلی خوب، این بادام ها دیگه حالا خوردن میشه دیگه؟ بله، خسته های میشه، هنه که خود بادام. اما خب معمولا دیگه دانا با آب میگرده که این اخی چقدر آب داشت. ولی خب نه، هنوز مغزی کامل نشده، هنوز آبه و کامل نشده. و خب به هر حال با ما باشید. خب بیننده های گرامی، در قریجات هم ورزش های مختلفی هست، خصوصا ورزش فوتبال که به شکل بسیار معمولی و بازی میشه زمین های خاکی. اما خب نقش خوبی داره جوانان قریجات و نوجوانان قریجات به خاطر لحظاتی که تنهای هم میشه، که حتی به نوعی میشه گفت که اتحاد و اتفاق مردم به جوانان بیشتر میکنه. دروازه مرد داخل دروازه و خوب لحظات بازی میکنن و نقش خوبی داره. و این خوبه که بزرگان قریجات هم با این عزیزان همکاری میکنن. خب من توپ را از سر میدان آوردم و میخوام که یک گولی بزنم اگر بشه. نمیفهم که میتونم با این دروازه‌بانی که بسیار قدرتمند هم معلوم میشه داخل دروازه ساده گل بزنم یا نه. خب برحال آقای کاظمی آماده این؟ پشت دروازه خطر دارا متوجه باشن که توپ گل شد، باز نگن که گل نشد. خب من توپ را میزنم ببینم که چیگونه هست که با فاصله 5 متر از کنار دروازه متاسفانه، ولی خب زیر پام خطا خورد، چون زمین کلا خاکیه و خوب خاک نرمی هم داره. متوجه خب دوباره توپ رسید. بیا بیا بیا، ما یک زمان زیاد فوتبال بازی میکردیم، همین حالا هم در جیمنازیوم، ولی خب اگه نتونستم گل بزنم دلیل نمیفهم چیه، ولی این بار امیدوارم که بتونم گل بزنم که از اون تیر دروازه را. خب به هر حال علت پیریه دیگه، درست آقای کاظمی؟ در وسط نوجوانان ورزشکار قریه زیبای قشه هستم. خب چند وقت میشه فوتبال میکنی؟ همیشه فوتبال میکنی یا بعضی وقتا؟ 4 سال میشه. خب 4 سال میشه، آفرین. طرفدار کدوم تیمی؟ طرفدار بارسا. آفرین، طرفدار بارسلونا. خیلی خوبه، این وقتا که قهرمانی ها برده های بارسلونا هم زیاده دیگه. خوب خوشحالی دیگه. بچه های بزرگتر هم با شما میان در اینجا بازی میکنن و مسابقات هم دارین یا فقط همیته بین خود خوب بازی میکنین؟ در یکی دیگر از باقهای بزرگ قریه زیبای قشه آمدیم. البته موقعیت قرار گرفتیم که این باغ ها همه باغ های نوساخت هست و به گفته مردم قریجات نوتاک هست. این منطقه هم باغ بزرگی که تازه درست شده و در اینجا یک کشمشخانه اصلی هم ساخته شده توسط یکی از مؤسسات خارجی، فکر میکنم دفتر UNDP بوده. خب به هر حال برای بهتر برداشت کردن محصولات کشمش مردم باغدار. اما در همین منطقه‌ای که ما از قریه زیبای قشه قرار داریم، کلاً زمینی هست که تازه باغ درست کردن و باغ‌های
کهنه قریه زیبای خشه یا کهنه باغ‌های قدیمی در داخل قریه هست. ما فاصله زیادی از قریه بیرون شدیم. داخل کشمش خانه هم داخل میشه مونده نباشین. خوب هستین؟ سلامتین؟ که میبینیم به شکل واقعا عصری ساخته شده. ما در فصل کشمش ها چند تا باغ گرفته بودین، اما به این سیستمی که این کشمش خانه رو درست کردن درست نشده بود. به فکر میکنم که داخل این کشمش خانه کشمش بهتری برداشت خواهد شد و محصول خوبی. و تمام دیوار که به شکل باز درست شده و باز جالی زده شده که خاک و گردها و حشرات یا حشرات موذی مثل عقرب اینها داخل کشمش خانه نشه و آسیبی به کشمش ها نزنه. اما از هم مهمتر این پایه هایی که سیم فرش شده و روی از اینها کشمش گذاشته میشه و برای جمع کردن از اینها تا میتونن راحت روزی بالا بشن، تاوالا بشن و کشمش بردارن، از همه مهمتره که بسیار فضای خوبی درست کرده. با ایجاد این کشمش خانه ها کشمش بهتر دهقانان تولید میکنن و به دسترس بازار قرار میدن. جرم صاحب، این کشمش خانه چقدر انگور میگیره؟ 30 خروار انگور میگیره. خب اگر پورتر بزنیم 35 خروار انگور. خب یعنی به یک بار به یک بار. خب 15 خروار این بر میگیره. 15 خروار. و این معمولا سال چند بار انگور؟ همین سال گذاشته دیرون زده. خب دیرون اینا هر کدومی همین طبق به طبق اینا 3 خروار از می ردیف تا بمیر ردیف سخروار. سخروار انگور بگیرید. 5 تایه 5 سخروار چنده میشه؟ 15 خروار. و خب انشالله امسال امیدوارم که محصولات بیشتر داشته باشید. انشالله بیشتر. بیننده گرامی، در داخل باغ آمدین و مادر جان آمدن به داخل باغ به خاطر تفریح و استفاده از این فضای سبز. مونده نباشه شما مادر جان. خوب هستین؟ سلامت باشین. حاضر که امروز جمع بود بیامدیم هم به تفریح هم بیامدیم به میله. خوبه دیگه. و یادی هم از دوران جوانی داشته باشید. از دوران جوانی دیگه من که بزادم من عریسی کردم پیرمرد ما شروع کرد بهم دی. خب بله بله. انمی دیو دیوارا خور خبر کردن و دان عریسی کردن. خوبه. مادر جان چند تا نواسه دارین؟ چند تا نبیره دارین؟ یا بیا چونیه؟ همه به شما میگم. مال خدا سه پسر دارن و سه دختر. نام خدا. هشت اولاد هم از ما بمرده. سه و سه شیش تا هشت. 14 تا. هشت هم نواسه دارم. دختری و پسری. خب چند تا نبیره داریم؟ چهار تام نبیره داره. نام خدا. خب انشالله امیدوارم که نفته خورم ببینیم دیگه. خب یا ببینیم یا نبینیم، خدا ایمونی با ما و شما بده چه اول قبرتون کنه سرخه جان کندنم. آمین آمین. از درموز دورانی که مادر جان جوان بودین و مادر 14 تا بچه بودین. بله. او زمان هم میامدیم به باغ انگور میچیندیم پس انگورا. میامدیم میچیندیم پیر مردم باغ نداشت. باغای بود زب میکردم میامدیم تاشوم اونجا انگور میکندیم کشمش میکردیم. میرفتیم نماشون بخونه. بابا مونده هم نمیشده. خدا راستی ما روزه بود در دهن با روزه انگور میکنه و اونی همسایه از اونو بودم بپرسیم از اون اقلان صده. راست میگه. بله واقعا که همت والایی داشتن. همی جو او دیش پا خور تا با کمر به تا جو او میکردم. دامی هم که میتونی من انگوری هم میکنم خود خمه بودم بستم. بح بح. خب مادر جان نصیحت به جوان ها داشته باشین. نصیحت رو که میکنم اگه جوان ها به گوش بگیره. گوش میگیرن مادر جان. شما نصیحت خور بگین. نصیحت من اینه که میگم برای خراس باشین. بله. واقع لمسای خراس باشین. به شهر دی میریم قوم خیش خور نماز خور بخونیم روزه خور بگیریم. بم 24 ساعت جنگ ممینه برادر پیاد. بله و خداوند عمر شما رو طولانی تر کنه تا اینکه بالا سر بچه ها و دخترها و نواسه ها باشین و همیشه اینا رو دعوت بدین تا نماز و طاعات و عبادت و کارهای خوبی رو انجام بدن. و ما هم از دعا فراموش نکنیم مادر جان. نکنید شما رو هم با دعا شو. ما 2.5 سال میشه پیر مردم قضا کرد. خداوند بیامرزه. جمی مردار خدا بیامرزه. خداوند بیامرزه. و ما هم از دعا فراموش نکنین. الله متعال به شما عمر رو با برکت بده. خداوند شما و جمی اهل اسلام صحت و سالم داشته باشه. امین. و چاق وردم باشیم. زنده باشیم. مال خدا هنمی شش برارم از ما. یک پیاریم و یک مادر. خب.
شش تا برادر داریم. چند تا خواهر داریم؟ همیشه که شما واه واه. نه دیگه شما یک دختر مادر جان. می به قرآن برا جمع دیدنی خریدیم با تمام دیوارام ما. خداوند شما دشته باشه و همیشه دعاگو باشین برای ما. به جمی علی زنده باشین. تشکر از شما. خب بیننده گرامی و میریم جاهای دیگره و میوه‌جات دیگر این باغر با هم می‌بینیم. خب بیننده گرامی، روز جمعه است و فضای سبز روستا و این که در کنار در این فضای سبز استاد قریه همراه خودش تو باشین واقعا که حال و هوای دیگر داره. جناب استاد، میشه که درباره اوضای تعلیم و تربیت در قریه خود صحبت کنین که چگونه هست از بحث امکانات ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تشریف آوری شما را در این قریه قشه خیر مقدم عرض میکنیم. خیلی خوش آمدیم، زحمت کشیدیم. الحمدلله در قریه قشه تعلیم و تعلم، علم و فرهنگ الحمدلله به نوع احسن به پیش میره. بله. ما مکتبی داریم به نام لیسه سرسیا. در این لیسه تقریبا ما 1,500 شاگرد داریم و در دو تایم اینا درس میخونن. تایم ذکر، تایم اوناست قبل از ظهر و تایم ذکر بعد از ظهر. و الحمدلله معلمینی که ما داریم در این مکتب بنا و احسن اینا کار مراسمی موضوع علم به حساب بنا و احسن به پیش میبرن و ما هیچ مشکل الحمدلله تا فعلا نداریم و اگر کدام سوال دیگه باشه مدارم. زنده باشین، تشکر. امیدوارم که همیشه بدون مشکل باشین و تمام مشکلات رفع بشه و در همه بخش ها موفق و معید باشین. انشالله که مشکلی نیست. و اینکه استقبال مردم چگونه میشه که بگید؟ استقبال مردم هم الحمدلله خیلی هم خوبه. ما تقریبا شورای داریم، شورای مکتب، و هفته یک بار انشالله یا 15 روز یک بار اینا جمع میشن به مکتب. مشکلاتی که مکتب داره، خود مکتب همکارم، مشکلاتی که بالاخره مردم دارن، ما هم خود ازونو به همکاریم و شاگردام الحمدلله بالاخره به درس و تعلیم خوب پیش میبرن و ما از معلمین خوب بسیار راضیم، از مردم و محیط منطقه هم خوب بسیار راضیم. بسیار تشکر از شما. زنده باشیم، سلامت باشیم. بیننده گرامی، فصل باروری درختان میوه‌جات هست و طوری که در تصویر مشاهده میکنین درختان سیبه که بسیار پرشگوفه هم هست و از همه جالبتر زنبور عسلی که به دنبال گرده این گلها میگرده تا عسل بباره و ذخیره برای ما و شما بشه. آقای کاظمی، اگر خوب تکنین میبینین که روی پاهای این زنبور گرده، یعنی مو چیزی که باید به ذخیره کنه. خب به هر حال درختان سیب گلها شگوفه های سفیدی داره و معمولا این سیب ها چون دیرتر به دست میایه و دیرتر میرسه، به اون خاطر دیرتر شگوفه میکنه و سیب های بزرگ میشه و بسیار خوش طعم هم هست. اما معمولا بادهای 120 روزه متاسفانه باعث میشه که آنچنان محصولی به این درختها نمانه. اما در این باغ سه فصل سیب هست، سیب های متفاوتی که فکر میکنم سیب های خوردمو سیب های تروشه میگن یا شیرینه با سیب های بزرگتر خبرها و سیب های زمستونی. و اما زیباتر از همگی بیننده زیبایی این شگوفه باشید. خب بیننده گرامی، طوری که از ابتدای برنامه گفتم امسال سال پرباری هست برای دهقانان گرامی ما و همچنان باغداران و امیدوارم که از این به بعد آفتی بر این باغها وارد نشه که خدای نکرده محصولات انگور ما دچار آسیب نشه. اما هر فصل سال در باغ بیاین یک میوه به نوعی میشه گفت که از اون میشه استفاده کرد. من بسیار دوست دارم از برگ تاک، جناب آقای کاظمی همون قسمتی که نشون میدین، این تاک ها وقتی که تازه بیرون میشه، ولی خب تاک سالم تا برگ سالم تره، این قطع بشه از اینجا خوب خوب شسته بشه و بعد با برنج و گوشت گوسفند یا گوشت مرغ هم میشه و اول برنج ها پخته بشه با گوشت مخلوط، بعد این برنج پخته نه، همون به حالت دمی که میرسه، بعد داخل این برگا گذاشته بشه، سر برگا بسته بشه با همون چوبک، اینا داخل دک چیده بشه و شب که اینا یا روز که اینا رو درست میکنیم باز کنیم بخورین، واقعا خوشمزه. و این هم این قسمت تاکرن که معمولا چیزی که حالا ما این قسم کار نداریم، شاید مثلا تاک آسیب ببینه،
خیلی ترشمزه و واقعا خوردن داره. خب به هر حال امیدوارم که سال سرشار از خوبی ها نصیب هموطنان عزیز ما باشد. بیننده گرامی، ما در داخل باقی قرار داریم و البته قریه زیبای قشه جز باغ دیگه چیزی هم نداره، تمام مردم مصروفیت باغداری هستن. فصل پنگ چینیه و پنگ های میگیرن میچینن یا همو اضافاتی که دیگه در او انگوری وجود نداره او میچینن تا ای که همو زور و قوتی که در زمین دادن به خود انگور برسه تا انگور دونه های قوی تر داشته باشه. کمی پیشتر میرین تا ای که در کنار از نزدیک ببینیم که چگونه پنگار میچینن و تقریبا چند وقت در بر میگیره کار که تا تمام بشه؟ تقریبا 20 روز یک مدت بر میگیره. خب تمام باغ چک میشه و چیزایی که انگور نداره، پنگایی که انگور نداره کلا کلا نمیگی چینده میشه؟ خب اگر مثلا این نچینین همو چی ضرری به وجود میای؟ خب پنگجوش میشه دیگه، انگور یعنی انگوری که ضعیف به وجود میای، پنگ بالا هم دست میده باید پاک بشه. مثل یک پوسته اوکریه زمین که زمین مثل که زمین های زراعتی خشاب کری میکنیم یا امور غم میشه. بسیار عالی، امیدوارم که امسال انشالله سال خوب پرانگوری داشته باشین. چقدر از این جوا باغ شما کشمیشیه و چقدر انگور های؟ تقریبا 60% کشمیشی. یعنی 60% کشمیشی، یعنی بیشتر کشمیشی. خیلی خوبه. خیلی خوب، موفق باشین و انشالله امیدوارم که امسال تنها کشمیش از این باغ بفرستن به بازار و از اونجا هم به بازارهای بین المللی انشاءالله. خب میرانده عزیز، واقعا جوهای تاک اینقدر ملایم هست که آدم وقتی پاخون میگذاره فکر میکنه روی یک نالینی پاخون گذاشته، چون زمین هم قومیه فکر میکنه. و خب داخل باغ خیلی زحمت میکشن، علوفاجات علفای هرزر کلن ور میدارن و داخل جوار شیار میکنن تا ای که تاک آماده جذب موادی که مواد مثل کود و اینایی که دادن به زمین آماده جذب از اونا باشه. در داخل یکی از باغ‌های بزرگ قریه زیبای قشه و نوتاک توضیحات رو دادم. در زیر درخت تازه‌ای که شاید در حدود 2-3 سال بیشتر عمر از این درخت هم نباشه، درخت توت بدانه است و خوب بارم بیاورده، محصول خوبی هم داره. انشالله نشستیم و جای شما بیننده عزیز خالی چای میخوریم. در کنار رئیس شورای قریه زیبای قشه هستم و میخواییم که صحبت داشته باشیم که چی کارها و چی پلانهای و چی برنامه‌های در شورای انکشافی قریه زیبای قشه را انداختین و چگونه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام حضور شما کارکنان تلویزیون خوب اصلاح، خوش آمدیم میگیم به قریه قشه. ما مدت دو دوره که به می قریه مسئولیت رئیس شورا رو به دوش دارم. بله. اما در قسمت پروژه های همبستگی به فضل خداوند متعال موفقانه تا می ساعت کار کردیم. پروژه های زیاده اعمار شده و همچنین مشکلات دیگه هم در قریه ما هست که اینا رو هم بیاری خدا بتنیم اعمار کنیم. از این پروژه ها بخش آبرسانی داریم که موفقانه کار کردیم و از این استفاده میکنیم. پروژه های پلچک اعمار کردیم که از این هم استفاده میکنیم. مکتبی هم بیاری که شما بازدید کردیم، یک الحاقیه زیر اثر مدرسه احمدی امام شیشنور که بده به کمک همکاری مردم قریه اعمار کردیم که اولادان ما اونجا تدریس میکنن. خیلی خوبه، خیلی خوبه، موفق باشین و کارهای خوب و ارزنده را انجام دادین. امیدوارم که همیشه با اتحاد و اتفاقی که بین قریه شما هست باشه و خوب پیشرفت کنین انشاءالله. زنده باشین. تشکر از شما. زنده باشین. و بیننده گرامی، از این فضا و از این مکان هرچی توصیف کنم کم گفتم، به خاطر که واقعا جای خوبی هست. و اما ناگزیر از اینکه اما باش که ما اول یک مونده شدیم چای خوردم. به به، چای در وقت خستگی خوب میچسبه، خوب واقعا لذت بخشه. وقت برنامه ما تمام شد، اما دوست دارم که از حضور شما عزیزان خداحافظی کنم، مگر اینکه ایر بگم که تا برنامه بعدی و روستای بعدی، الله یار و نگهدار شما.